سرخط مهمترین ها. انفجار رسول او انفجار هم ډیر قوي و. دو کلی ډیر زیات ځانمن شوی د خلکو کورونه راغورځېدلی دي، خلک اوس هم د کلي نه بار دي، او د زلزلې هغه ټکانونه هم وخت تر وخته احساسېږي. حرفای خیالی است او را به رسانه ها فرستاده به نام گزارش مورد میکنه. سلام و وقتتان بخیر. به مجموع خبری این ساعت از تلویزیون یک با من موسی محمدی خوش آمدید. فرماندهی امنی کابل میگوید در پی یک انفجار در بخش‌های حوزه هفتم کابل در برابر سفارت روسیه 6 تن کشته شده، اما شمار دقیق زخمیان جزئیات در دست نیست. گفته می‌شود مهاجم انتحاری در میان متقاضیان ویزای روسیه در برابر درب ورودی سفارت این کشور در کابل خودش را منفجر کرده است. وزارت خارجه روسیه هم با نشر خبرنامه‌ای گفته که دو دیپلمات این کشور در پی انفجار امروز کابل کشته شدند. دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان هم خواستار تأمین امنیت دیپلماتان خارجی شده است. ایمل سیار با جزئیات بیشتر. حمله انتحاری در میان متقاضیان ویزای روسیه در بخش‌های از حوزه هفتم پایتخت. فرماندهی امنی کابل با تایید این رویداد گفته مهاجم انتحاری در میان متقاضیان ویزای روسیه در برابر ورودی سفارت این کشور در کابل خود را منفجر کرده است. زه درس تللم، درس نه چراغلم، د کفایت سره مو چې انفجار وسول او انفجار هم ډیر قوي و. بیا چې موږ راتلو دې خواته لکه انجر وشیان خلک نه پرېښتل. زمان کې انتحاری شده ما مینجا شته بودیم. رش مردم بسیار زیاد بود، تا توتای گوشت داخل کوچه افتاده بود، از بعض صدایش خطرناک بود. اینجا مکتب است، مکتب خصوصی است که از بسیار جایای دور فامیلا به خاطر اولادایشان آمده بودن. بر بنیاد آمارهای نخستین پلیس کابل در این رویداد 6 تن کشته شدند، اما از شمار دقیق زخمیان جزئیات در دست نیست. در این میان وزارت خارجه روسیه در واکنش به این رویداد با نشر خبرنامه کشته شدن دو دیپلمات خود را تایید کرده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان هم از امارت اسلامی خواست تا امنیت دیپلمات‌های خارجی را تامین کنند. در یک هفته پسین افغانستان به شمول رویداد امروز گواه 3 رویداد انتحاری بوده است، موردی که شهروندان را به شدت نگران ساخته. مسئولان محلی در ولایت کنر میگویند که در پی زمین‌لرزه شب گذشته در این ولایت بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. همزمان با این مسئولان صحت عامه ننگرهار میگویند که از اثر زمین‌لرزه شب گذشته 30 زخمی به بیمارستان ولایتی انتقال یافته که وضعیت 6 تن آنان وخیم است. از سوی هم مسئولان محلی میافزایند که خطر زمین لرزه رفع نشده و ممکن تلفات جانی و خسارات مالی دیگر را هم در پی داشته باشد. باشندگان محل هم از نهادهای مددرسان جهان میخواهند تا به آسیب دیدگان اخیر کمک هایشان را بفرستند. نوید صمدی گزارش میدهد. زمین لرزه به قدرت 5.3 رشتر در 3 ولایت شرقی کشور نزدیک به 50 کشته و زخمی بر جا گذاشت. مسئولان محلی در ولایت کنر میگویند که در زمین لرزه شب گذشته 6 تن جان باخته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. آنان میگویند که زمین لرزه پسین خسارات هنگفته را به باشندگان دو ولسوالی این ولایت وارد کرده است. اوسا پور تقریبا 6 کسان چې دیده شهیدان شوی دی او تقریبا 9 کسان چې زخمیان دي.
دغه دو کلی ډیر زیات ځانمن شوی د خلکو کورونه راغورځېدلی دي، خلک اوس هم د کلي نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه هم وخت تر وخته احساسېږي. از سوی دیگر مسئولان صحت عامه ننګرهار میگویند که در پی زمین لرزه شب گذشته 30 زخمی به بیمارستان ولایتی انتقال یافتند که وضعیت 6 تن آنان وخیم گزارش شده است. زلزله به نتیجه که من دیش کسان هوادوال زخم شد و چه دغه دیش کسان هودوی رختون تراوړو او دی جمله څخه شپږ کسان چې لږ وخیم و هغوی بستر شوي دي او نور کور ته رخصت شوي دي. مسئولان محلی میگویند هنوز هم خطر زمین لرزه برطرف نشده و ممکن تلفات مالی و جانی این زمین لرزه بیشتر شود. باشندگان محل هم چشم برای کمک هاند. دغه زلزله زیات کوادوال زیات کوادوال تمالی او ځانی زینونه اړولې دي. له ټولو مرستندو ادارو خیریه بنسټونو څخه مغوښتنه دا ده چې دغه اشخاص چې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي مرسته دقیق ارقام نشته. خود ضعیف اوسیدونکو سره زموږ د خبرو په پایله کې معلومه شوه چې نږدې له شلو زیات کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده او کورونه بیخي ډېر شمېر کې نړېدلي. اما در این میان آگاهان میگویند که برای کمک به نیازمندان رویدادهای پسین نباید تنها چشم برای کمک های جهان بود. ملت ها نباید متکی به کمک خارجی زندگی خود تنظیم کنند، بلکه بر مبنای منابع داخلی خود، نیروی انسانی و منابع طبیعی خود و ابتکار و خلاقیت و ایجاد یک زمینه مساعد سیاسی، یک دولت مقتدر ملی متمدن به طرف پیشرفت و ترقی و رفاه حرکت بکنند. آسیب دیدگان اخیر زمین لرزه در حال چشم برای کمک‌های بشردوستانه هستند که یکی از راه‌های مواصلاتی پاکستان که بیشتر کمک‌ها از همان راه وارد افغانستان می‌شد، به دلیل سیلاب‌ها بسته شده است. جبهه موسوم به مقاومت ملی با نشر گزارش سالانه اش حکومت امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. در گزارش سالانه این جبهه ادعا شده که امارت اسلامی در یک سال گذشته نزدیک به 4000 تن را که شامل نظامیان پیشین، غیر نظامیان، فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران می شدند در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه پنجشیر، بغلان، تخار شکنجه و تیرباران کردند. ادعایی که امارت اسلامی همواره آن را رد کرده است. گزارش از سهیلا یوسفی. متهم شدن امارت اسلامی به نقض حقوق بشری در افغانستان. جبهه موسوم به مقاومت ملی با نشر گزارش سالانش ادعا کرده که امارت اسلامی از زمان حاکمیت تا کنون 3490 تن را که شامل نظامیان، غیر نظامیان، فعالان سیاسی، مدنی و خبرنگاران می شوند را در ولایت‌های گوناگون افغانستان شکنجه و تیرباران کردند. ادعایی که امارت اسلامی همواران را رد کرده است. جبهه موسوم به مقاومت در گزارش سالانش حکومت سرپرست را به داشتن رابطه با گروه‌های هراس افغان از جمله القاعده متهم کرده است. دواره جنگی دلی دی، دواره غواره چه پراغانانو بانی خپل تفکر، طرز تفکر او سیاسی حاکمیت تحمیل که پرتل دی چه در افغانانو سر خبری و کلیهازا زفکر کومه چه در طالبانو او در ملی مقاومت حیثیت در افغانانو پا منز که بیخی کمزور سوی دی او افغانان پا دی خلق بانی هیچ نوا باور نداری. جبهه مقاومت ملی از آوارگی هزاران خانواده سوی حکومت سرپرست در ولایت‌های گوناگون افغانستان از جمله پنجشیر، بغلان و تخار خبر داده و گفته که بیشتر آنان از سوی امارت اسلامی مجبور به کوچ اجباری شدند. واقعا اینا با همین تشدد که روان هستند پیش برن، احمد مسعود و دیگران هم همچین چانس ها را به دست خواهد آوردن تا حمایت جهان را به دست بیارن و جبهه مقاومت ترتیب بدن. در بخش از گزارش جبهه موسوم به مقاومت آمده که با تسلط دوباره امارت اسلامی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از جمله حق کار و آموزش نقض شده است. به شکل گسترده و وافر نقض حقوق زنان در افغانستان در یک سال اخیر وجود داشته که قابل مقایسه با تاریخ نقض حقوق زنان در افغانستان و نقض حقوق زنان در امروز افغانستان نیست.
با این همه سخنگوی حکومت سرپرست ادعاهای مطرح شده در گزارش جبهه موسوم به وقامت را رد کرده و آن را تبلیغات و شایع پراکنی دانسته است. چیزی را آنها که به نام راپور پخش کرده هستند پروپاگند، مجموعه از پروپاگند است که تلاش کرده واهیات و افواهات و چیزهایی که سند و دلیل نداره، حرفای خیالی است و را به رسانه ها فرستاده به نام گزارش شیر ما رد میکنیم. چنین چیزی واقعیم نشده. افغان ها شاهد وضعیت هستند در قریه و قصبات و در ولایات، در تمام ساحات همچه مشکلی هستند وجود نداره. جبهه موسوم به مقاومت ملی اندک پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در پنجشیر اعلام موجودیت کردند و اکنون ادعا می کند که در چندین ولایت کشور از جمله پنجشیر و بغلان با نیروهای امارت اسلامی درگیرند. این در حال است که پیش از این نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از نقض حقوق بشر، زندانی شدن، شکنجه، کشتار و آوارگی اجباری غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده بود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت از چین خواسته تا افغانستان را در پروژه های اقتصادیش سهیم سازد. سرپرست وزارت تجارت در یک گفتگوی تازه با CGTN گفت افغانستان در راستای مبارزه با بحران بشری به منظور فقر زدایی به همکاری چین نیاز دارد. آقای عزیزی همچنان از کشور چین خواسته تا کار پروژه مسینک افغانستان را هرچی زودتر آغاز کند. ایمل سیار در این مورد گزارش می دهد. تلاش ها برای دست یافتن به پروژه های اتصال منطقه‌ای. سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور از چین خواسته تا افغانستان را در دو پروژه بزرگ اتصال منطقه‌ای سهیم سازد. از کشور چین می خواهیم که با افغان ها خصوصا از نگاه تجارت سالمی که بین دو کشور است، ما تقاضا داریم که همکاری های مزید خود داشته باشه. شامل شدن افغانستان در هر دو پروژه دارای مزیت های استراتژیک اقتصادی و تجارتی میتونه که بر افغانستان باشه و با در نظر داشت موقعیت جیوئکونومیک افغانستان، یعنی افغانستان هم از جانب خود یک مزیت یا یک به اصطلاح منفعت میتونه که در این پروژه پیشکش کنه. سرپرست وزارت تجارت در این گفتگوی تازه خود با CGTN گفته که افغانستان برای مبارزه با بحران بشری و فقر فزاینده به همکاری چین نیاز دارد. او همچنان از چین خواسته تا کار پروژه مس عینک افغانستان را هرچه زودتر آغاز کرده و از مسیر پامیر برای انتقال کالاهای بازرگانی کار گیرد. ما خواهش داریم که افغانها را به این برنامه شریک بسازند، خصوصا در صورت امکانات اگر امکان داشته باشه وصل مستقیم چین از طریق پامیر بعد رفت آمد به کابل و همچنان به کشورهای دیگر که بسیار نزدیکترین راه هست به کشور چین، میتونن به خلیج فارس برسن، میتونن به ایران برسن. یک نقطه بسیار مثبت است به صورتی که ما در تحریم های غرب قرار داریم، این میتونه تحریم ها را بر ما دور بزنند پروژه اقتصادی چین و تا جایی ما میتونیم جلب و سرمایه گذاری بکنیم و این یک نقطه آغاز است به صورتی که ما عملا وارد تجارت با چین شویم. چینایی ها میتونه معدن افغانستان استخراج بکنه و عملا خریدار منابع خام ما باشه. مردم افغانستان این روزها با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. حال انتظار می رود با عملی شدن پروژه های بزرگ اتصال منطقه‌ای و با مشارکت افغانستان وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کند. مسئولان وزارت ارشاد، حج و اوقاف می گویند در نظر دارند تا در سال آینده با همکاری اداره اطراح روند اداری حج را الکترونیکی سازند. آنان می‌افزایند در یک سال پسین توانستند خدمات منظم را به حجاج کشور در عربستان ارائه کنند. این وزارت همچنان از مصرف 65% بودجه سال روان خبر داده و می‌گویند در سال گذشته بیش از 82 میلیون درآمد به خزانه حکومت از این وزارت جمع شده است. مسئولان این وزارت همچنان تاکید دارند که کار پروژه‌های نیمه تمام مسجدها در مرکز و ولایت‌ها را از بودجه توسعه این وزارت تکمیل خواهند کرد. ذکر نام رهبر امارت اسلامی در خطبه های نماز جمعه.
وزارت ارشاد حج و اوقاف در نشست خبری میگویند در نظر دارند تا پس از این نام رهبر امارت اسلامی در خطبه های نماز جمعه را ذکر کنند. وزارت له طرفه رسما نوی خطبه نه ده جوړه شوې چې د امیرالمؤمنین نوم کې ذکر شوی وي، خو ان شاء الله اراده لرو خطبه هم تنظیم شوې ده، خو رسمي اعلان موږ تر اوسه پورې نه دی کړی. آنان همچنان می افزایند در نظر دارند تا در سال آینده با همکاری اداره اطرا روند اداری مراسم حج را الکترونیکی سازند. وزارت ارشاد حج و اوقاف همچنان از مصرف 65% بودجه سال روان خبر داده می گوید در سال گذشته بیش از 82 میلیون درآمد جمع آوری شده و به حساب دولت جمع شده است. مرکز ولایتونو که 2 میلیون 15,000 840 افغانوی په اندازه عواید را ټول کل شوی دی. با این همه وزارت ارشاد حج و اوقاف از نبود مجتمع حجاج برای مرکز و زونهای کشور شکایت دارند. شماری از آسیب دیده های سیلاب های پسین در ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گویند با آنان اجازه ساخت و ساز دوباره خانه های مسکونیشان پس از سرازده شدن سیلاب ها در این ولسوالی داده نمی شود. آنان از امارت اسلامی می خواهند تا به آنان اجازه دهد خانه هایشان را دوباره بسازند. از سوی شرکت مخابراتی اتصالات برای 200 خانواده آسیب دیده سیلاب های پسین در ولایت لوگر کمک نقدی توزیع کرده است. برخی از دریافت کنندگان این کمک میگویند کمک های صورت گرفته با آنان بسنده نبوده و خواهان کمک های اساسی برای ساخت خانه هایشان پیش از فرارسیدن فصل سرما هستند. بشیر احمد شیرزاد گزارش میدهد. دو هفته پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت لوگر، اکنون برخی آسیب دیده های ولسوالی خوشی این ولایت میگویند به آنان اجازه ساخت و ساز دوباره خانه های مسکونیشان داده نمی شود. با گفته این باشندگان در حال حاضر آنان در خانه بستگانشان به سر میبرند، اما میخواهند دوباره به منطقه هایشان برگشته و اجازه ساخت دوباره خانه هایشان داده شود. ما مثلا دو فردا دوباره باز ما محتاج هستیم و به این چیزا نه خانه جور میشد و نه مشکل ما را رفع قدمتاند. اگر ما را بیخی از اینجا جواب میدن ای میکنن ما را جواب بدن به دیگه جای زمین از یا باشه ما را دیگه جای ببرن. اگر یکی حق ماست، حق انسانیت ماست، حق خود ماست، حق شرعی ماست، حق حقه ماست، ما را بگذارند که ما اونجا خانه جور کنیم، یک سرپناه برای اولاد خود که سرمای زمستان سر ما خوب تیر. در این میان شرکت مخابراتی اتصالات 1 میلیون افغانی به آسیب دیده های سیلاب های پسین ولایت لوگر کمک کرد. مسئولان این شرکت میگویند زمان آن رسیده تا بازرگانان دست نیازمندان در کشور را بگیرند. نور سرمایه‌دار خلق او همدست نور شرکتونه، کسانی که پولدار هستند، خصوصا تجار هستند، صاحب شرکت هستند، از اونام به صفت یک افغان میخواهیم که امره مردم کمک کند و نه یوازې دلته په لوګر کې بلکې په نورو ولایتونو کې همدست په هغه کسان چې زلزلې ځپلی و یا د سیلابونو له امله زیان نور که په کابل کې څومره زی ربط اداری دی که دی حوادیسو اداره ده که دی انکشافی دیهات اداره ده که نور زی ربط اداری دی کوشش کرده ده لخیریه نهادونو سره هم رابطه کردی لخیریه مؤسساتو سره هم رابطه کردی ترسو دی سیلاب زفلو تا یو چه مالی مرست را جلب کی. برخی مسئولان امارت اسلامی هم از بازرگانان میخواهند تا به آسیب دیده های سیلاب های پسین ولایت لوگر کمک کنند. لخیریه بنسټونو نه له سرمایدارانو ورونو نه او د اسلامي امارت د مشفق عمراو نه خاص داده چې یقینا د خوخی ولس یا د نور ولسوالۍ هغه سیلاب ځپلي ورونه له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. هیله مې ترې دا ده له ټولو نه چې هغه اساسي کوم خدمتونه یې لکه دوی ته یو سرپناه جوړول او یا د دوی سره هغه ضرورتونه هغه کومکونه چې د زمي ضرورتونه د دوی پره پسې دا مې ترې خاص ده له ټولو نه. موږ خو خپله باندې ټول مسؤلینو دا کوشش او همکاري وکړله د خلکو په رابطه باندې د دغو سیلاب ځپلو په رابطه باندې چې دوی سره کومک وکړي چې چا په خپله کوی سو هغه پخپله باندې وکړو پخپله باندې زه د رئیس په صفات باندې سیما بار بار د وزارت سره خبره کړې په دې رابطه باندې چې دو خلکو ته یو ترتیب برابر شي د دو خلکو ته د کومک او همکاري د تاسې لخوا نه موږ ته برابره شي.
این در حال است که سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت لوگر آسیب‌های زیادی به ولسوالی خوشی و ولسوالی‌های کاریز، کنداب، دوبندی و بخش‌های دیگر این ولایت رساند که بر بنیاد آمار مقام‌های محلی این ولایت تنها در ولسوالی خوشی بیش از 20 تن جان باخته و بیش از 3000 خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی در این ولسوالی تخریب شده است. و در جهان پلیس کانادا میگوید که در اثر حمله با چاقو در دو منطقه دست کم 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح بر یک موتر شهری حامل سربازان اسرائیلی در اردن دست کم 6 سرباز اسرائیلی و یک غیر نظامی کشته شده است. همچنان 3 روز پس از آن که روسیه اعلام کرد بخشی از صادرات گاز از خط لوله نورد استریم را برای مدت نامعلوم متوقف می کند، قیمت گاز در اروپا به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این بسته تصویری. پلیس کانادا می گوید که در اثر حمله با چاقو در دو منطقه دورافتاده در استان ساسکاچوان دست کم 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته 2 تن در پیوند به این حمله تحت تعقیب هستند. مهاجمان در چندین منطقه با چاقو به مردم حمله کردند. پلیس گفته 10 جسد در منطقه عمدتاً بومی نشین جیمز کری نیشن پیدا شدند. این منطقه در میان 3 استان کانادا و با جمعیت حدود 2500 تن یکی از بزرگترین منطقه های محل تجمع بومیان این کشور است. پلیس تصویرهای دمن و مایل سندرسون 30 و 31 ساله را منتشر کرده و از شهروندان خواسته در صورت دیدن آنها فوراً از محل دور شوند و به ماموران اطلاع دهند. هنوز هیچ گزارش درباره انگیزه احتمالی مهاجمان منتشر نشده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با انتشار پیام این حمله ها را ترسناک و دلخراش خوانده و به قربانیان و خانواده آنها ابراز همدردی کرده است. نخست وزیر کانادا همچنین تاکید کرده که اوضاع را از نزدیک پیگیری می کند. کانادا در سالهای پسین شاهد رشته از حادثه های خشونتبار کم سابقه در تاریخ خود بوده است. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح بر یک بس حامل سربازان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن دست کم 6 سرباز اسرائیلی و یک غیر نظامی زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته 3 مرد به یک بس شهری غیر نظامی که برای انتقال نیروهای جدید نظامی استفاده می شد حمله کردند. در حالی که ارتش اسرائیل کنترل بیشتر اراضی دره اردن را در اختیار دارد، 2 تن از این مظنونان کم پس از حمله در نزدیکی شهر توباس در این دره بازداشت شدند. 2 مظنون در نزدیکی بقایای سوخته موتر وانتی که گفته می شود از آن برای حمله استفاده کردند بازداشت شدند و سلاح‌هایشان نیز در همان نزدیکی روی زمین افتاده بود. این حمله که هنوز مسئولیت آن از سوی گروه بر عهده گرفته نشده، بلافاصله با استقبال گروه شبه نظامی حماس در نوار غزه قرار گرفته است. روز جمعه نیز یک مرد فلسطینی پس از زخمی کردن یک سرباز در یک ایستگاه نظامی در نزدیکی الخلیل در جنوب کرانه باختری با شلیک یک سرباز اسرائیلی کشته شد. حماس این حمله را تمجید کرده و آن را قهرمانانه توصیف کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که وضعیت در کرانه باختری در حال حاضر بسیار نارام است. و 3 روز پس از آن که روسیه اعلام کرد بخشی از صادرات گاز از خط لوله نورد استریم 1 را برای مدت نامعلوم متوقف می کند، قیمت گاز در اروپا به شدت افزایش یافته است. کشورهای اروپایی خود را برای برنامه‌های آماده می کنند تا با افزایش مستمر قیمت سوخت و تورم مقابله کنند. قرار است وزیران انرژی اتحادیه اروپا این هفته درباره یک طرح تازه تشکیل جلسه بدهند. در 2 روز گذشته برخی کشورهای اروپایی اقدامهای اضطراری اعلام کردند، از جمله سوئد، فنلاند و آلمان. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نسبت به زمستان سخت و تیره در اروپا هشدار داده است. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در تدارک یک ضربه قاطع انرژی به اتحادیه اروپا در زمستان امسال است. روسیه از سال گذشته و با افزایش تنش‌ها با اتحادیه اروپا صادرات روزانه گاز به این اتحادیه را از 500 میلیون متر مکعب در روز به 380 میلیون متر مکعب کاهش داد و بعد از تهاجم نظامی به اوکراین و تحریم‌های غرب صادرات نفت به اتحادیه اروپا را نیز هر ماه کاهش داد و تا هفته گذشته به حدود 100 میلیون بشکه در روز رساند. قیمت گاز در بازارهای اروپایی در هفته گذشته نسبت به سال پیش 6 برابر افزایش یافته است. در ورزش از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جوزجان، رقابت‌های والیبال در دایکندی، همچنان پیروزی تیم کرکت پاکستان برابر هند و از رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال انگلستان هم خواهیم گفت. جزئیات بیشتر را در این بسته تصویری ببینید.
رقابت های لیگ برتر فوتبال جوزجان با قهرمانی تیم فوتبال میوند به پایان رسید. این رقابت ها که چند پیش در ورزشگاه مرکزی فوتبال این ولایت را اندازی شده بود، با قهرمانی تیم فوتبال میوند و نایب قهرمانی تیم فوتبال جوانان محله به فرجام رسید. در دیدار نهایی این رقابت ها دو تیم فوتبال باتور کلب و میوند کلب با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم فوتبال میوند توانست با نتیجه 6-3 این تیم را شکست دهد و بر سکوه قهرمانی این رقابت ها تکیه زند. رقابت های والیبال در دایکوندی با قهرمانی تیم والیبال سلیمان به پایان رسید. این رقابت ها که با حضور 8 تیم چند پیش در یکی از ورزشگاه های این ولایت را اندازی شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم والیبال سلیمان به فرجام رسید. در دیدار نهایی این پیکارها دو تیم والیبال کهنده و سلیمان با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم والیبال سلیمان توانست تیم والیبال کهنده را شکست دهد و بر سکوه قهرمانی رقابت ها تکیه زند. هدف از راه‌اندازی این رقابت ها رشد ورزش والیبال در این ولایت عنوان شده است. تیم ملی کرکت پاکستان در ادامه رقابت های جام ملت های کرکت آسیا توانست تیم ملی کرکت هند را شکست دهد. در این دیدار ابتدا تیم ملی کرکت هند در بخش توپزنی توانست در 20 آور و با از دست دادن 7 بازیکن 182 دوش را برای تیم حریف هدف قرار دهد، اما هدف داده شده را ملی پوشان کرکت پاکستان توانست انجام دهد و این تیم را با تفاوت 5 بازیکن شکست دهد. قرار است پس از این ملی پوشان کرکت کشور تا 2 روز دیگر در همین رقابت ها به مساف تیم ملی کرکت پاکستان برود و تیم ملی کرکت هند هم به تاریخ 6 همین ماه میلادی در برابر تیم ملی کرکت سریلانکا پا به رقابت میگذارد. این رقابت ها با حضور 6 تیم افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ به میزبانی امارات متحده عربی را اندازی شده است. رقابت های هفته 6 لیگ برتر فوتبال انگلستان هم با 2 بازی پیگیری شد. در یکی از حساس‌ترین دیدارها تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه اولترافورد منچستر مهمان تیم منچستر یونایتد بود که سرانجام منچستر یونایتد توانست با نتیجه 3-1 آرسنال را شکست دهد و 3 امتیاز این دیدار را کسب کند. در این دیدار برای شیاطین سرخ راشفورد 2 بار و آنتونی 1 بار گلزنی کردند و تک گل توپچی های لندن را هم با کایو ساکا به ثمر رساند. در بازی دیگر و همین رقابت ها تیم فوتبال برایتون توانست لستر سیتی را با نتیجه 5-2 شکست دهد و 3 امتیاز این دیدار را کسب کند. به این ترتیب تیم فوتبال آرسنال با 15 امتیاز در صدر، منچستر سیتی با 14 امتیاز در جایگاه دوم و تاتنهام هم با 14 امتیاز رده سوم این لیگ را در اختیار دارد. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. پایان مجموع خبری این ساعت. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.